تا حالا به عروسکها ها و شخصیت هاشون تو برنامه مهمونی دقت کردیم این که هر کدومشون نشون دهنده چه قشری از جامعه تو این ویدیو من بهت میگم سلام چطوری به پف فیلم خوش اومدی من فاطمه هم. تو میتونی منو فاتی صدا کنی قراره تو این کانال راجبه کلی فیلم های جالب و هیجان انگیز با هم حرف بزنیم پس بزن بریم ساخت برنامه مهمونی واسه ایرج تحماس یه ریسک بزرگ بوده سر چی؟ سر این که صدا سیما مالکیت عروسکای برنامه کلا قرمزی رو داشت بخاطر همین ایرج تحماس نمیتونست برای نماوا که میخواست برنامه بسازه از عروسکای های کلا قرمزی استفاده کنه مجبور میشد که یه سری عروسک ها و شخصیت های جدید رو بیاره بعد دیگه معلوم نبود این عروسک ها و شخصیت های جدید میتونن مثل کلا قرمزی و پسرخاله انقدر محبوب بشن یا نه ولی برنامه مهمونی برخلاف پیش بینی ها به شدت جذاب عذاب در اومد و کلی شخصیت های بامزه داره که قرار تو این ویدیو راجع حرف شرف بزنیم شما کی هستی؟ آقا بنده شاباش هستم اسمم شاب شا... با شما کی هستی؟ شاباش با صدای هوتن شکیبا معمولا اولین عروسکیه که ما با شروع برنامه میبینیمش شاباش نماینده یک شغل، یک قشر و یک طبقه از جامعه است مدل موها و مدل لباسش هم مشابه خواننده مجالس عروسیه اون همیشه دلش میخواسته یک خواننده خیلی معروف بشه ولی خب نتونسته مثل خیلی از خواننده های مجالس عروسی ما که همیشه آرزوی تبدیل شدن به یک خواننده معروف و مشهور رو داشتن ولی هیچ وقت نتونستن شاباش یک آدم کاملا معمولیه با کلی تصمیمای نادرست و اشتباه به خاطر همین خیلی چالش تو زندگیش ایجاد میشه و هر دفعه که میاد جلوی دوربین یه چیزی برای تعریف کردن داره یک اتفاق نادری افتاد چه اتفاقی؟ اینکه امسال بسیار قراردادهای مهمی با بنده بسته شد برعکس پارسال همه منو میخوان عروسک بعدی دی با صدای سهیل مستجابیان که کم رنگ ترین و دیده نشده ترین عروسک تو برنامه مهمونیه همیشه هم همراه شاباشه دیجی نماینده قشر متوسط و هنرمند جامعه است به خاطر همین مثل شاباش با خیلی از مشکلات دست و پنجه نرم میکنه همونقدر که شاباش دوست یه خواننده معروف و مشهوری بشه دیجی هم همیشه آرزو داشته یک نوازنده و موسیقیدان حرفه‌ای بشه ولی خب هیچ وقت نتونسته مثل خیلی از نوازنده و هنرمندای کشور خودمون که نه اونقدر پول داشتن که بتونن حرفه موسیقی رو ادامه بدن نه انقدر فقیر بودن که بتونن ازش دست بکشن دیجی اکثر مواقع با های شاباش مخالفه به خاطر همین معمولا آخر دیالوگاشون با هم دیگه درگیر میشن عروسک بعدی عروسک قیم است که تنها عروسکیه که حالا هواش با بقیه عروسک های برنامه مهمونی فرق میکنه که اونا فکر میکنن بیشتر به خاطر سن و سال عروسک است یک کم حس و حال برنامه کلا قرمزی میده قیمه یک بیان خاصی ادبیات شیرینی داره که نماد زن سنتی و خاندار ایرانیه. قیمه همیشه سعی میکنه به همه یه جوری از کوچیک تا بزرگ محبت کنه. همیشه هم یه لحن مهربونانه و, و دلسوزانه ای داره. به شدت هم منو یاد خانم رقعی چهره آزاد تو فیلم مادر علی هاتمی میندازه. اصلا حس میکنم ممکنه از خانم چهره آزاد الهام گرفتم برای ساخت این عروسک. تو مال من هستی تو عشق من هستی تو جان من هستی به هیچ که تو رو نمیدم مال منی عروسک بعدی عروسک کت است با صدای نازنین شعبانی کته همون جوری که از لحجش معلومه و از فرم صورتش پیداست یک زن گیلکیه با لحجه گیلکی صحبت میکنه و نماد زن روستایی ایرانه همیشه با یه شور و هیجان خاصی صحبت میکنه و عاشق اینه که زودتر ازدواج کنه همیشه مرد رویاهاش رو تو خواباش میبینه و میاد برای ایرش تعریف میکنه کته خیلی شخصیت پیچیده ای نداره خیلی سطحی نگره هرچی به ذهنش میره سر و سری بیان میکنه به همین شخصیتی نداره که خیلی قابل بحث باشه حضور زیادی هم تو برنامه نداره ولی با همون حضور کمش تاثیر خودش رو گذاشته این تیتی, این تیتی ها همه درخت همه تیتی میکنن این درخت تی تیتی تیتی میکنن چیه؟ این تیتی تی دیگه آقای را دیگه آقای را دیگه بعدی خوشگل بابا یا مگسی که با صدای امیر عدیبه مگسی یه مگسه که یک شخصیت فانتزی و تخیلی داره برخلاف واقعیت که مگس ها هشرای موزی و روحصاب و خیلی آزار دهنده مگسی اینطوری نیست خیلی بیازاره هر از گاهی میاد مهمون ایرج و بقیه عروسکام میشه و بعدش هم میره مگسی یه حشره بیازاره که تصمیم داره این دیدگاه رو بهت منتقل کنه که مگس اون حشره موزی و آزاردهندهی که فکر میکنید نیستن اونا هم احساس دارن ولی خب من فکر میکنم تو این زمینه خیلی موفقیت آمیز نیست این تلاششون چطور بهتر شدم؟ من بدم یه ایشی دودی من نشتا چیدو من درد و بشتر اوتوب بزلم ها؟ عروسک بعدی عروسک بچه است با صدای هوتن شکیبا که به نظر من مهمترین محبوبترین و کلیدی ترین عروسک تو برنامه مهمونیه برخلاف بقیه شخصیت های برنامه مهمونی بچه شخصیت پردازی خیلی عمیقی داره بچه نماد کودک کار جامعه ایرانه یه گل فروش خیابونی عاشق ساندویچ ماکارنیه که اکثرا ساندویچ ماکارنی قوت غالب بچه های طبقه کارگر جامعه ماست گرچه کلا قرمزی و پسر خاله نشوندنده قشر ضعیف و کارگر جامعه بودن ولی بیشتر نماد بچه های ده شستی بودن ولی بچه تو برنامه مهمونی شخصیتش مدرنیته شده است نشوندنده قشر ضعیف و کارگر جامعه امروزیه سوس می زدم روی سندوز مکارونی می چکر دازم تماز من سندوز مکارونی اون صدا می بچه یک شخصیت خشن و بیتارف در عین حال مهربون و دلسوز داره زندگی کردن تو دل جامعه باعث شده که در کنار این شخصیت مستقل و کوبندهش به شدت مهربون و دلسوزن باشه یه جورایی بچه بین دوتا شخصیت قلور و مهربون گیر افتاده به خاطر همین ممکنه خیلی جاها رفتارش متناقض به نظر برسه. همین تناقض با رفتارهای کودکانش باعث شده که یک شخصیت به شدت جذاب و محبوب خلق بشه. داد بزن به که حرف بعد میخوای بزنی. آها اینجوری خوب نید؟ نه. در نهایت پشه برگ برنده برنامه مهمونی شخصیت پشه با صدای کازم سیاهیه. همه شخصیت های برنامه مهمونی یه جورایی متمایز و رادیکالی هن. همین نگاه کردنشون توی چارچوب قوانین صدا سیما یه ذره عجیب به نظر میرسه. ولی پشه از همهشون رادیکالی تر و متمایز تره. بله برای شما درد دانه برای من لذت دانه خیلی خوب پشه کاملا قدرت تعقل و تکلم داره ولی عواطف و احساساتش رو از انسانهای اطرافش قرض میگیره چه جوری وقتی هر کسی رو نیش میزنه خصوصیات اخلاقی اون شخصیت میاد تو تن پشه حالا تا وقتی که اون خونه از بین بره و یه آدم دیگر رو نیش بزنه این 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 دو ساعت میش. اصرار دارم که اینجا باشی بعد احساس میکنم که اگه بهم بر بخوره بعد هاراگیری میکنه پشه یه ذره خودخواه همیشه توصیه هایی راجع به تغذیه سالم واسه همه اطرافیانش میکنه و قصدش هم اینه که تومه هایی که نیش میزنه بدن سالمتری داشته باشن تا اینم بتونه تغذیه سالمی داشته باشه پشه اصول خودشو داره بدون اجازه کسی رو نیش نمیزنه به خاطر همین همیشه با تومه گرم میگیره صحبت میکنه بعد ازشون اجازه میگیره که نیششون بزنه خانم بده میزنیم ایرج تماس تو برنامه مهمونی دیگه آقای مجری نیست فقط ایرجه همین باعث شده که مخاطب احساس خودمونی بودن بکنه همین احساس خودمونی بودن توی دکوراسیون برنامه هم مشخصه دکور برنامه فوق ساده است اصلا زرق و برق نداره ولی جزئیات زیادی داره پالت رنگی برنامه هم که اومدن از رنگ‌های سرد و گرم کنار هم استفاده کردن تا یه تعادلی ایجاد بشه که این تعادل خودش باعث حس دنج و صمیمی و گرم و خیلی راحتی میده جدیدا سه تا شخصیت دیگه هم تو برنامه مهمونی اضافه شده نوک خراب هتی و بوته که خیلی موافق و حضورشون تو برنامه نبودم الان خیلی اطلاع زیادی راجب شخصیتاشون ندارم که بخوام راجبش با آتون حرف بزنم ولی میگم کاش این تلاشی که واسه این سه تا شخصیت کردن و میذاشتن رو شخصیت هایی که داشتن شخصیت های مثلا بچه پشه اونا رو ارتقا میدادن امتیاز آی ام دی این مجموعه تو سال 2022 هفت و دو از ده بوده ولی راجع به سری جدیدش هیچ اطلاعی ندارم امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشین اگه پیشنهادی انتقادی راجع به کانال و بهتر شدن ویدیوها دارین به هم حتما بگین دکمه ساب و لایک یادتون نره دوستتون دارم خدافز